Hey, how you doing guys? I hope you're all doing great. Welcome to another episode of Learning English with Movies. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال همتون خوب باشه، حال دلاتون خوب باشه. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش زبان با فیلم. امروز قراره که مثل همیشه کلی اصطلاح جدید، کلی لغات جدید رو با هم بررسی کنیم. کلی که نه، ما تو هر ویدیو معمولا 10 تا 12 تا بررسی کردیم که ویدیو خیلی طولانی نشه، ولی اونایی که خیلی میشنوید، خیلی استفاده میشن، خیلی تو فیلم ها به دردتون میخوره و لیسنینگتون رو تقویت میکنه. پس لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب بریم سراغ ویدیوی اول، ببینیم چی با هم میشنویم. And that in a nutshell is your problem. And that in a nutshell is your problem. And that in a nutshell is your problem. چی شنیدید دوستان؟ خانومه چی داشت میگفت با عصبانیت؟ گفتش که And that in a nutshell is your problem. And that in a nutshell is your problem. چیزی که میخوایم اینجا بررسی کنیم in a nutshell، این به چه معنیه؟ این خیلی کلمه قشنگه، خیلی اصطلاح قشنگه. این ناتشو یعنی که به صورت خلاصه. بخوام تو 4 تا کلمه بگم، بخوام خیلی سریع بهت بگم، بخوام خیلی رک بهت بگم مثلا، یا بخوام خیلی خلاصه بهت بگم، این مشکل توه. And that in a nutshell is your problem. و اون به صورت خیلی خلاصه، خیلی رک، مشکل توه. حالا فرض کن بخوایم این اصطلاح استفاده کنیم. ما تو فارسی مثلا میگیم اگه بخوام بهت خلاصه بگم، اگه بخوام خلاصه گفته باشم، ما باید این کار رو انجام بدیم. اینو میخوایم به انگلیسی بگیم. بچه این ناتشل رو بعضی اوقات میان اینجوری هم میگن To put it in a nutshell. از put it هم استفاده میکنم، بذاریمش توی To put it in a nutshell. خیلی میشنوید اینو To put it in a nutshell We have to do this guys. یا in a nutshell we have to do this guys. خلاصه بخوام بگم ما باید این کار رو کنیم. To put it in a nutshell همون معنیه. اگه بخوام خلاصه بگم، بخوام روک بگم، بخوام یه کلمه بگم، ما باید این کار رو انجام بدیم. To put it in a nutshell we have to do this. What do you mean in a nutshell? Forget I said nutshell. That's it in a nutshell basically, right? What's the brainstorm? In a nutshell? Uh-huh. And that in a nutshell is your problem. بریم سراغ ویدیوی بعدی. Get over it. No, you get over it. Get over it. No, you get over it. Get over it. No, you get over it. چی شنیدید دوستان؟ گفتش که get over it. No, you get over it. Get over it. Get over it. اصطلاحی که میخوایم اینجا بررسی کنیم، فریزی که میخوایم بررسی کنیم، get over something به چه معنیه؟ این خیلی فریز کاربردیه بچه‌ها. Get over something یعنی اینکه از چیزی گذشتن، چیزی رو فراموش کردن، یه اتفاق تلخی تو گذشته برات افتاده و تو هی باش کلنجار میری و یه نفر دیگه میخواد بیاد تو رو به خودت بیاره، میگه آقا بگذر ازش، فراموشش کن. You have to get over it. Get over it یعنی فراموشش کن، ازش بگذر. Get over it هم میتونه یه معنای فیزیکی داشته باشه، یه مانعی رو میبینی میخوای بهش بگی باید ازش بگذری، میگی you have to get over it، باید از روش بگذری. خب ولی خارج از یه معنی فیزیکی، تو معنی اصطلاحی به معنی گذشتن از یک مسئله است. Come on, get over it. یعنی که بی خیالش شو دیگه. فراموشش کن. Get over it, Gil. Well, get over it. Get over it. You get over it. No, you get over it. بریم سراغ ویدئوی بعدی. How does that sound? How does that sound? How does that sound? چی شنیدی دوستان؟ How does that sound? How does that sound؟ اینو خیلی استفاده میکنن تو فیلم ها، خیلی میشنوید. How does that sound؟ آیا این به این معنیه که اون صداش چجوریه؟ نه. ببینید اینم میتونه دو تا معنی داشته باشه. یک معنا هم به معنای صداه. مثلا یه گیتاری خریدی، یه سازی خریدی، یکی میاد بهت میگه How does it sound؟ یعنی صداش چجوریه؟ تو هم میگی It sounds great. داری راجع به موسیقی حرف میزنی، داری راجع به ساز حرف میزنی. اینجا به معنای صداه. ولی خارج از اینا به چه معنیه؟ خارج از موسیقی اونا به چه معنیه؟ یه معنی اصطلاحی هم داره. مثلا شما یه ایده ای میدی، میگی که Guys, we are thinking about watching a movie this weekend. How does that sound? بچه ما داریم این فکر میکنیم که آخر هفته یه فیلم با هم ببینیم. How does that sound؟ یعنی که چطور به نظر میاد این ایده؟ این چطور به نظر میاد؟ یه ایده میدی، به نظر چطوره؟
نظرت چه نظرت راجبش چیه؟ How does that sound؟ چجوری به نظر میاد؟ به نظرتون ایده خوبیه؟ پس اینجا برای نظر پرسیدن هم استفاده میشه. حتما نباید راجع به صدا باشه. شما یه ایده ای میدی، آقا بیاید فیلم ببینیم، بیاید بریم بیرون. خب من میخوام مثلا این کارو بکنم. How does that sound؟ به نظرت ایده جالبیه؟ اونم میتونه در جواب بده، اونم میتونه در جواب بده بگه که that sounds great. اینم به این معنی نیست که صدای خوبی میده. این به این معنیه که ایده خیلی جالبیه. That sounds great. How does that sound? Ambassador perhaps. How does that sound? How does that sound? بریم سراغ ویدئوی بعد. Make yourself at home. چی شنیدید دوستان؟ Make yourself at home. خیلی کاربردیه این، خیلی میشنوید. وقتی شما یه نفر رو به خونتون دعوت میکنی، میخوای بهش بگی که راحت باش. خونه خودته. از خودت پذیرایی کن. خب؟ خونه خودت راحت باش. میخوای به یه نفر بگی که آقا راحت باش. Make yourself at home به همین معنی، یعنی که از خودت پذیرایی کن. خب؟ یه میز نهار چیدی، میز تنقلات چیدی، بهش میخوای بگی که از خودت پذیرایی کن. از خودت پذیرایی کن همین میشه. Make yourself at home، یعنی که یه چی بردار، بخور، نوش جان کن. خب؟ خونه خودته. Make yourself at home. Make yourself at home, darling. Sure, make yourself at home. Make yourself at home. بریم سراغ ویدئوی بعدی. No matter what it takes. چی شنیدی دوستان؟ No matter what it takes. خب what it takes این به چه معنیه؟ No matter what it takes. آره به این معنیه که مهم نیست که اون چه چیزی رو میگیره؟ نه. No matter what it takes به این معنیه که مهم نیست که بهاش چی باشه. چی میخواد بشه؟ برای اینکه اتفاقی بیفته مهم نیست که بهاش چی میخواد باشه، چه چیزایی لازمه. مثلا تو میگی که I'm gonna do this no matter what it takes. من این کارو میکنم مهم نیست بهاش چی باشه. یا یه نفر از شما میپرسه You really gonna do that؟ یه کاری مثلا یه تصمیم گرفتی، یکی ازت میپرسه واقعا میخوای این کارو انجام بدی؟ تو هم میگی If that's what it takes. اگه این بهاش باشه آره. خب یا اینم خیلی شنیدید، میگن که It takes what it takes. میگه بهاش هر چی باشه همون میشه. خب it takes what it takes. You can do anything. هر چی قرار باشه اتفاق باشه، اتفاق بیفته، اتفاق میفته. It takes what it takes. بهاش هر چی باشه پرداخت میشه. کاری هم تو نمیتونی باش بکنی. It takes what it takes. I'm gonna do this no matter what it takes. من این کارو میکنم مهم نیست چی پیش بیاد. No matter what it takes, you are gonna pay for this. You put the bad guys away no matter what it takes. It takes what it takes. No matter what it takes. بریم سراغ ویدئوی بعدی. Can agree upon that at least. چی شنیدی دوستان؟ We can agree upon that at least. چیزی که میخوایم اینجا بررسی کنیم agree upon something. خیلی کاربردیه این. شما تو فارسی الان فرض کنید میخواید بگید که ما میخوایم سر یه چیزی توافق کنیم. یه چیزی بگیم که سرش توافق کنیم. اینو چجوری باید به انگلیسی بگیم؟ خب توافق کردن میشه agree. توافق کردن روی چیزی رو چجوری باید بگیم؟ agree upon something. خب یه بحثی شده، آقا یکی نظر تو رو میپرسه، میگن که امیر what do you think about this؟ منم میگم که I don't have any special opinion here but I can say something that maybe we could all agree upon it. میگم که آقا من الان اینجا نظر خیلی خاصی ندارم بخوام بگم، ولی میتونم یه چیزی بگم که همه باهاش موافقت کنیم. We could all agree upon it. خب اینجوری هم میتونی بگی We could all agree، ولی قشنگ نیست. بگی We could all agree upon it، یعنی که سر این چیزی که من میخوام بگم همه با هم توافق کنیم. خب Let's decide something that we could all agree upon it. بیایید تصمیم بگیریم، یه چیزی تصمیم بگیریم که همه بتونیم روش توافق نظر داشته باشیم و موافقت کنیم. خیلی کاربردیه این. تمرین کنید، تو ویدیو هم زیاد میشنوید. You can count the things that Flint and I agree upon on one hand. If you should fail to agree upon an earning. All good suggestions. Let's just decide and agree upon one. Can agree upon that at least. بریم سراغ ویدئوی بعدی. Regardless of what happens. چی شنیدی دوستان؟ جمله که گفته شد. Well, regardless of what happens.
regardless of what happens. چیزی که میخوایم بررسی کنیم regardless. Regardless به معنی چیه بچه ها؟ مدل فارسیش میشه علارغمه. خب برخلاف هر چیزی که میخوای پیش بیاد. In spite of everything. خب علارغم این، با وجود این که، خب معنی های مختلف میتونه جای مختلف داشته باشه. برای مثال He carried on regardless of the difficulties. He carried on regardless of the difficulties. Carried on. اون ادامه داد. He carried on. یعنی که اون پیش رفت. Carry on به معنای ادامه دادنه بچه. Keep going. He carried on regardless of the difficulties. با وجود، با علارغم همه سختی هایی که وجود داشت، اون ادامه داد. اینجا regardless به این معنیه. He carried on regardless of the difficulties. یا مثلا میگی I'm gonna do this regardless of what other people think. I don't care. خب میگی که من این کارو انجام میدم علارغم این که با وجود این که حتی هرچی مردم بخوان فکر کنن برام مهم نیست. من این کارو انجام میدم. I'm gonna do this regardless of what other people say or what other people think. علارغم این که با وجود این که مردم چی میگن یا چی فکر میکنن برام مهم نیست. من این کارو انجام میدم. خب پس میشه علارغمه با وجود این که. خب بریم سراغ ویدئوی بعدی. چی شنیدید دوستان؟ Were there any witnesses? خب ریشه کلمه witness میشه شاهد. خب is there any witness تو دادگاه میگن آیا شاهدی هست. خب جمع شاهد خب میشه witnesses. Are there any witnesses آیا شاهدی وجود داره. witnesses مفردش میشه witness. از witness میتونی به عنوان فعل هم استفاده کنی. مثلا میخوای بگی چیزی که ما شاهدش بودیم خب خیلی مثلا خطرناک بود، یا چیزی که ما همین الان شاهدش بودیم باور نکردنی بود. What we just witnessed was unbelievable. چیزی که ما همین الان شاهدش بودیم. What we just witnessed اینجا فعله. Was unbelievable باور نکردنی بود. پس میتونه به عنوان فعل هم استفاده شه. Did you witness anything? آیا شاهد چیزی بودی؟ چیزی دیدی؟ چیز مشکوکی دیدی؟ Did you witness anything? Is there any witness? آیا شاهدی هست؟ Are there any witnesses? شاهدی وجود داره؟ کسی هست؟ Witness statement. Any witness? What witness? Were there any witnesses? و بریم سراغ ویدئوی آخر. You really justify this? چی شنیدی دوستان؟ طرف یه سوالی پرسید. پرسید که You really justify this? بچه ها justify به معنای تصدیق کردنه. وقتی شما میخوای یه چیزی رو اثبات کنی و یه عملی رو تصدیق کنی، مثلا بهت میگن تو باید کارهاتو یا حرفاتو یا چیزی که گفتی و حرفی که زدی رو تصدیق کنی. You have to justify what you just said. یعنی که چیزی که ادعایی که کردی و یا what you just claimed. چیزی که ادعا کردی رو باید تصدیقش کنی. یا مثلا You will need solid evidence to justify your claim. تو به یه مدرک محکم، evidence یعنی مدرک، تو به یه مدرک خیلی محکم، solid یعنی محکم و درست، به یه مدرک خیلی محکم نیاز داری برای اینکه ادعاتو ثابت کنی. You'll need solid evidence to justify your claim. خب بچه ها یه نکته، ما هم justify داریم، یه clarify داریم. Justify یعنی تصدیق کردن، اثبات کردن. Clarify از clear میاد، تمیز کردن. Clarify میشه شفاف سازی کردن. خب تو باید این کارتو شفاف سازی کنی، باید این حرفتو شفاف سازی کنی. خب you need to clarify it، یعنی که شفاف سازی کنی که معلوم شه این الان گمه. خب معلوم نیست چی به چیه، باید شفاف سازیش کنی. پس یه clarify داریم، یه justify داریم. justify واسه اثبات کردن و تصدیق، clarify واسه شفاف سازی، یه چیزی که گنگ و گمه رو باید clarifyش کنیم. Justify your playing god. Text to try and justify your feelings for Johnny. Street. I think you're just trying to justify your inflated. You really justify this?
Thank you for watching guys. مرسی که تماشا کردید. به پایان ویدیو امروز رسیدیم. لغات خوبی رو خداییش با هم یاد گرفتیم. اصطلاحات کاربردی زیادی رو یاد گرفتیم که تو ویدیوها زیاد میشنوید. من دیگه اینا رو توی اینترنت جوری پیدا میکنم که most searchن، یعنی که بیشترین سرچ رو روی اینا زده شده، چه دانشجوهای دانش آموزای خارجی چه ایرانی. توی سایت‌های دیکشنری بری یه بخشی هست که بیشترین سرچ رو میاره، کلمات یا اصطلاحاتی که خیلی سرچ شده اینا هستن و خیلی میشنوید. امیدوارم که استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی take care.